آموزش. صدای آبادی. سلام شنوندای عزیز برنامه صدای آبادی. آیا گویه با جوانای بیبند و بار سرخورده این؟ دو تاشه که ما میشناسم، یکیش در سمه در به دیوال ما، یکیش هم در کوچه خودمانه دو کوچه. جوانان بیبند و بار سبب چی مشکلات در خانواده و منطقه میشوند؟ علت بیبند و باری جوانان چی ها بوده میتونه؟ و رای حل به این مشکل چیست؟ جواب تمامی پرسش را در برنامه آذر صدای آبادی با ما وجیه سیار بشنوین. تعداد بیشتر جوانان به خاطر که آینده بهتر داشته باشند، والدین یا خودشان برای خود تقسیم اوقات جور کردن و مطابق آن عمل میکنند. مکتب، پوهنتون و یا هم کورس میروند و تعداد دیگر به خود کسب را انتخاب نمودند تا در کنار آموختن کسب یک مقدار پولم به دست بیارند. اما هستند بعضی جوانانی که مصروفیت سالم ندارند و مردم برشان بیبند و بار خطاب میکنند که تعداد جوانان نه از درس هستند و نه از کار و بیشتر وقت خود در کوچه و بازار سپری میکنند. ای که سبب چی مشکلات بر خانواده و منطقه خود شدند از مردم میشنویم. نام جاوید است. کاپیسا هستی اول. دیگه اندیوال تای داشتن فوتبال است. که دمیه چند تو میگه اش گفتم بیدر نه کتم یا وک بودن بودر فروش بودن شراب سودا میکدن. تا آخرش کن پودری شد. گم شد یکی رفت از میجه. دو ماه بعد خبر شد که زیر پل رفته پودر میزنه. بعد از دوم دیگه بیخی سنتش گم شد. ایش معلوم نیست کجا است. چی شد داشت. یک روز بود خود فامیل میرفتیم بازار، بعد یک طرف پیاده روی بود میرفتیم، چند تا بچه‌م اومد، خیلی برای ما کلمات خیلی نامانوسی زدن، خیلی بی‌اندازه بد بود، یعنی من نمیتونم اونا رو به زبان بیارم، خیلی بد بود. گل احمد هستم. برای خود ما سبب از این مشکل شده که چندین دفعه در آگاه معامله های خیر و شر که مثلا تعلیم ما میباشه فایرای بی جای کردین، سر و صدای را انداخته که چرا شما به این وضعیت هستی، سرای راه را میگیرن، استاد میکنن، اگر پولی داشته باشن خوب خوبه بهتر، اگر نداشته باشن باعث لات و کوب از او همچنان میشه. دو تاشه که ما میشناسم، یکیش در سمه در به دیوال ما، یکیش هم در کوچه خودمانه دو کوچه. اینه می پیسی را بگی پیسی او را چور بزن، اینه از یک خانه یک نفر بالونی گاز گم میشه، از خانه یک نفر دیگه بخار گم میشه، دسکال یک دختری که در مکتب رفتار چور زده میشه، خانمی که مثلا آروسی میره لاکتش چور زده میشه. حتی سینه می چندانا بچه بود که اینه می رقمی روزی خود تر میکنم بلاخره دو تاشم مرده. تعداد جوانانی که مصروفیت سالم نداشتن سبب اذیت و آزار مردم شدن، حتی باعث دردسر برای اعضای خانواده خودم بودن. حال میخواییم بدانیم که علت بی‌بندوباری جوانان چیا بوده میتنه؟ پایین بودن سطح سواد اینا، یکی بیکاری، یکی که مثلا هیچ معلومات درباره جامعه و اینا ندارن، همین هم مشکلاتی که میتونه به چهار به راه های گوناگون ساق بده. اسم عزیز احمد. علت بندباری اینه که بعضی برای درس و تعلیم نمیرم، پدر و مادرم پرسان نمیکنه، مسجد و مکتب اینا برای میشه باعث بندباری میشه. توجه فامیل بالایشان نی، که از اولاد خود خبر نداره. این تو فامیلی هست که شاید فقر و بیچارگی هم نباشه، خوب درس تعلیم هم بخونه، ولی از طرف فامیل ضعیف است، پدر متوجه نیست، مادر متوجه نیست، کاکا بیادر، اینا بیادر بسیار رول عمده و مهمه داره، از اولاد خود خبر نداره. بچه‌ تو 12 بجه شب می یا کدو گروپی که میگردی، کدی کی هستی، کجا مصروف هستی، چه کاروبار داری. دیگه عمده ترین علتش نمی فقر، بیچارگی، بیکاری. کریمه دریز استاد جامعه شناسی پانتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی میگه اطفال بعد از سن 12 سالگی استقلال فکری پیدا میکنن و خود را عقل کامل میدانن. معمولا بعد از سن 12 سالگی طفلا احساس استقلالیت میکنه و خود عقل کامل میگیرن، تنوع در پذیرش دوستا پیدا میکنن و از داخلم در خانواده برنامه تربیتی وجود نداره تا چگونگی تنظیم از این گروپ ها بر طفلا خود بفهمانه. میوجه است که اینا مثل گیاه خود روی واره به مو رغبت ها و علایق و نیاز هایی که از درون دارن پناه میبره و این طرف دیگه که جامعه خالی از افراد ناسالم نیست، نیرو و انگیزه برای پیوستن به او گروپا وجود دارن، بالاخره اینا منحرف شده با این گروپا پیوند میکنن و باعث دردسر برای خودشان، خانواده و اجتماع خود میشن. شنوندای عزیز، شما برنامه صدای آبادی رو مشنوین. اگر در مورد برنامه تعلیمی ما
نظر و یا پیشنهاد دارین میتونین از طریق شماره تماس 02-240-5101 به طور مستقیم با ما شریک بسازین. تا اینجا دانستیم که بی‌توجهی والدین و نداشتن مصرفیت سالم سبب بی‌بندوباری تعداد جوانان شده بود و این تعداد جوانان در منطقه با مردم‌آزاری، جنگ و دوا حتی باعث دردسر برای خانواده‌های خود شده بودند. حال می‌پردازیم به اینکه راه حل به این مشکل چیست. شورای که از داخل محیط منطقه است به نام وکیل، به نام رئیس محل جلسه را دایر دادیم و این موضوع را با ایمی مردم مطرح ساختیم که اولاد شما هستند، این یاد مزاحمت ایجاد میکنن، چطور میشه که جلوی موصله گرفته شود. یک بخش شخصا من در این مورد حتی موضوع را با جنایی هم شریک ساختم. این رای بدیل دوم است. رای سوم که خارج از چوکات رسمی است در سطح محیط منطقه شورا گرفتیم با جوانایی که چه متعلم بودن، چه مؤثر بودن، چه بیکار بودن که چطور ما موفق شدن میتونیم که ولگردی و بیکاری و بی‌بندوباری و مثلا پودر کشیدن و سگرت کشیدن و نسوار کشیدن و خمار زدن که جلوی فساد و اخلاقی در داخل منطقه بگیریم و تعاوض پردن پسر اشناسایی کردیم که با این مساب است. پدرش خواستیم که تو آدمی اولادت آگاهی داری، آگاهی دارم و زورم نمیرسه، یعنی موفق بایی شدیم که همی جوانا ارتباط خود قطع کردن. او که پیشاور بود دیگه وقت خود زایی نکرد، رفت پشت دکانداری خود. اسم سهیلا وردگ است. اولادای من همیشه به کورسا روان میکردم، کورس انگلیسی، کورس قرآن شریف و اینجا رای میکردم. در پلوی از هم در یک ورکشاپ مستریخانه میگفته اونجا رای میکردم که می ماشین سازی کارا رو یاد میگرفت و بچه دومم که او هم انجینیر شدن هیچ نمیموندم امرای بچه اولگرد بگرده. بچه ایم همه قشد که یک انسان دوستی رو یاد گرفت، قدر انسان ها رو میفهم عرصیشان. نام ما عبدالخالق نبیزاده، از ولایت بادقیس، 4 فرزند داره. خود بچه های میگرده که همسن 2 سال نایه دو دیگه بچه‌ای که به حساب بی‌بندوبار باشم اجازه نمیدیم. یک دفعه بچه‌ی من خود یک بچه بود آزاد هر جا گشت و گذار می‌کرد، یک بچه خود دیدم که با باسکل خود نمیره، گفتم جان پدر دیگه خودی از این نری، درس و تعلیم خود ادامه نمیتونی داده، مثل از او بی‌سواد میشی، برای فردا برای آینده یک بچه خوب باشی. دور گشتون نمازیش تقریبا 10 روز من تعقیب کردم بچه خود که سعی کنم که بازم خود از او گشت و گذار میکنه. دگیچ خوده گشته گذار نکرد، مطمئن شد. فعلا به حساب سواد و خیلی پخته شده و درس خود ادامه میده. حسین اسم از کاپیسا نجراب. یکی از بچه منطقه یک وقت خانه ما را سرقت کرد. موی موضوع ما پیگیری نکردم، شاهد نداشتم. بعد از 1 سال پلیس آمدن گفت که استاد محترم بیا هم سارقین پیدا کردیم. رفتم سه میگم شاگرد مکتب ما هستم. پدر از اون ما خواست ما دیدم که از ما کدر شخصیتش بالاتر، گفت شما هستی که این بچه مرا استاک کردیم. میره نسیت کردیم، ضربه به پدرت میزنید، ضربه به فامیل میزنید، کسی که جنگ کرده فامیل از اون میاد تو را بندی میکنه. با محکمه دار شد و در محکمه با ما رفتیم ابرا دادیم برشان، فعلا اعلا هستن فکرت ما یک سمیمت خاص دارن، فوق العاده بی بندوبار بودن. 5 تا یک جای میرفتن یک سرقت میکردن فعلا استاشن، حالا که میبینیم شان حالت عادی زندگی میکنن، بازی شکان دارن، مسئول کار خود هستن. برای علی نصری هستم، وکیل مربوط بلاک های 500 فامیلی. ما یک گروپ جور کردیم که از جوان ها و از موسفید ها 4 بلاک بود، ما یک نماینده تعیین کردیم. بازی نماینده های ما که اتماعی در ارتباط هستن، اینا که مثلا میبینن که اینجا بی‌بندوبار استاد است، آنن با ما تماس میگیرن. اول تثبیت میکنم که آیا این گروهی که اینجا استاد است بی‌بندوبار است، کس را کار داره، میمان است. بعد از اینکه تثبیت شد که مثلا بی‌بندوبار است، با نیروهای امنیتی در تماس شده، همیش آمدن عاجل اقدام کردن، اونا را بردن تحقیقات خود کردن دیگه، فضل خدا لگم هستند. والدین نباید به شکل مستقیم بالای نوجوانان و جوانان خود ایراد بگیرن که کار انجام دادی اشتباه کردی، بلکه به شکل غیر مستقیم اونا را متوجه اشتباهشان بسازن. این قسمت از حرفای کریمه دریز است. مستقیم ما ایره گوشتوی نتیم، تنبیه نسازیم، مستقیم برش نگویم که کارت نادرست است. غیر مستقیم آیسته آیسته شما ببینن، اگر طفل خردسال است با یک پیشانی ترش کردن طفل از اما کاری که درست نیست انجام میده منحرف میشه، ولی اگر ایره برای نوجوان پیشانی را ترش کنی و چشم سرش بکشی، ایره حل معقول منطقی نیست. پس نال در این دوران برش نگویم که بچیم فلان رفیق آدم درست نیست یا فلان کار که خودت میکنی درست نیست، خوشم نامد، نبینمت که بازی تو یک کار میکنی. مثال بتین، مثلا فلانی بچهش امرای فلانی آدم میکش، خوشم نامد، تو یک آدم بی‌بندوبار معلوم میشد. اگر یه آدم که تازو بگرده متداوم خوی از او رو یادم خواد گرفت، یه
اولادش خراب خواهد شد، بچه‌م تو چی نظر داری؟ مثل یک دوست و رفیق برنامه‌های سازنده برای وقت‌های تفریح ازی باید داشته باشه تا اینا به شکل گروپی و به شکل انفرادی مصرف شود. ما باید اولادای خود مدیریت بکنه. مثلا تایم آمدن اولاد به خانه معلوم است، به این شکل او طفل میگن که کس هست، متوجه است و با اذیت و نارام شدن ما اونا هم نارام میشه. بی‌بندوباری جوانان در مناطق مختلف سبب جنگ و دعوا، دزدی، اموال خانه، معتاد شدن و دیگر موارد شده بود. به خاطر که جوانان خانواده با این مشکل دچار نشوند، تعداد والدین سعی و تلاش کردند که از نشست و برخاست فرزندانشان با خبر باشند. همچنان تعداد والدین برای فرزندان خود تقسیم اوقات منظم درسی، تفریحی و مصروفیت کاری جور کردند تا جوانانشان از وقت خود به شکل درست استفاده کنند. از سوی دیگر مسافیدان، علما، ملک قریه از نشستن جوانان در کوچه مقابل دکانها، مکاتب و جاهایی که سبب اذیت و آزار مردم می شدن جلوگیری کردند. مردم که به این مشکل توجه خاص کرده بودند و نگذاشتند که جوانان خانواده و منطقهشان به بندوبار شوند، حال تا حد خود و نوجوانانشان زندگی آرام دارند. شنوندای عزیز، ای بود برنامه صدای آبادی که همکار میرا قایتبار در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه و ترتیب کرده بود. اگر شما میخواین که این برنامه و یا سایر برنامه تعلیمی ما را بشنوین و هم بخونین، میتونین به نشانی www.tajalla.af سر بزنین.